مثلا فرض میگوییم که افراد میخوان بیان توی یه حلقه قرار بگیرن، توی حلقه اگه دیده باشه میگن که چی بگیم. خب مثلا میخوان ارتباط مثلا همفازی مثلا کی حالی، مثلا کنترل ذهن، حالا زمانی که اتوماتیک است میخوام این برم هر مسئله کنترل تشویش منفی میخوام اعلام کنیم، تشویش مثبت میخوام اعلام کنیم، آقا چی بگیم. خب هر یک ما فقط دونستیم زور بزنیم میگیم آقا نیت نداریم، اون زمان نمیتونستیم بگیم که بابا نظر چیه، چون مشکل خیلی زیاد میشود. یعنی ما گفتیم اسم رو کاغذ بنویسین، هر روز کاغذتون رو نگاه بکنید، نمیدونم چیکار بکنید، باز افراد میگوزن آقا مگه میشه این خیلی آسونه، امکان نداره بشه. خب اگر اون روز میومدیم میگفتیم اینم نمیخواد، تکون دادنم نمیخواد، فقط یه نظره، این نظرم این زمان این بشکنه خیلی زیاده. خب چی میشد؟ همه قاطی میکردن، همه قاطی میشد. الانم فقط گفتیم آقا نیت نداریم، گفتن نیت نداریم پس چی داریم؟ پس خب حقیقتا برای ما هم توضیح مشکل بوده، برای شما هم که الان مربی هستید مشکله که توضیح بدید. باید یه جوری از این قضیه بگذاریم، یه جور سراتای قضیه رو هم بیاریم. حتی ممکنه بعضیا فکر بکنن که شما یا من یا اون یه جوری گیریم، ولی خودمونو نجات دادیم، اونو خلاص بکنیم، درست شد؟ اما توضیح نابجا خطرناکه. توضیح نابجا، درست شد؟ توضیح نابجا ایجاد مشکل میکنه. مثلا یه نفر روز اول اومده کلاس یک نشسته، ما براش بیم از جن و روح و نمیدونم این حرفا صحبت کنیم، پا میشه بلنگو میبنده میره، قبول یا نه؟ پس جا داره. یعنی ما باید بیایم این موضوع شعور رو اصلا کاری باید چیدم موضوع شعور رو جا بندازیم، بعد بیایم مرحله دیگه، یه چیز دیگه. حالا ضمناً دروغ هم نمیتونیم بگیم، میگه که آقا خب ما اینو بگیم میخواد یعنی منظورش اینه که از شما تایید بگیریم نیت داریم. خب واقعا نداریم، نمیتونیم بگیم داریم، روز بگیم داریم، فردا بیایم اینجا بگیم نه نداریم، اونی که گفتیم داریم نداریم، نمیتونیم دروغ بگیم، نمیتونیم اصل ماجرا رو تعریف کنیم. لذا بایستی یک جوری کار هم جور بیاد و بگذاریم، و همین که راه رو جا رو باز گذاشته باشیم برای توضیحات بعدی. الان مثلا من برای توضیحات بعدی هم جا گذاشتم. خب چاره ای نیست دیگه. تو اطلاع ثانوی